سر به دیوار بقیع اندوه تو را مویه می کنم. اینجا بقیع بیت و لحظان ناله های همیشگی توست. در حاشیه قربت بقیع آرام گرفته ای و آرامشی غریب از تو قد کشیده و هوای پیرامونت را احاطه کرده است. ای قربت نشین اندوه فاطمه، چه کسی میتوانست جز تو سکوت خانه علی را مهمان شکوفه های لبخند سازد؟ چه کسی میتوانست جز تو چتر مهربانیش را بر سر فرزندان فاطمه بگستراند؟ چه کسی میتوانست محرم دردهای زینب باشد و اشکهای بیمادریش را بزداید؟ بانو، تو انتخاب شدی تا مهربانی فاطمه را تداوم بخشی، تا حسنین علیهم السلام در آینه نجابت چشمان تو مادر را به تماشا بنشیند. چه پناهگاه خوبی است آغوش مادرانت برای گریستن. ای مادر چهار داغ، مدینه در مدینه، مدینه در مدینه حزن و اندوه عاشورا را زجه زدی تا کربلا ناتمام نماند. ام الادب، ام الادب، اگر عباس اسطوره ادب و وفاداری است عجیب نیست، چرا که از مشک وجود تو سیراب گشته است. سلام امشب به وقت سلاممون رو با عرض ادب و احترام تقدیم میکنیم به اسطوره ادب بیبی ام البنین سلام الله علیها. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس ابن امیر المؤمنین اخ الحسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ام العباس یا ام البنین. سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان شبکه جهانی بیت العباس و برنامه به وقت سلام. تسلیت و تعزیت عرض می کنم. وفات شهادت گونه بی بی ام البنین سلام الله علیها، مادر شهیدان کربلا رو امیدوارم که عزاداری های شما مقبول درگاه امام زمان قرار بگیره. دوستان عزیز، عزاداران حضرت ام البنین، امروز جامعه جامعه ایه که دچار بحران الگو شده. در جامعه جهانی عرض میکنم، نه فقط میان مسلمین. هر کسی دنبال الگوی خودشه و این وسط خیلی ها دچار الگوهای اشتباهی میشن و دنبال روی کسانی میشن که نه سعادت دنیا درش هست نه سعادت آخرت. شما نگاه بکنید در سریال های مختلف، در الگوهای غرب و شرق، غرب که جای خود، حتی در الگوها و اسطوره های شرقی نگاه بکنید، اون کسی که در اون سریال یا در اون داستان قهرمان اون داستانه، میخواد که به نفع خودش و به سود خودش و اولاد خودش کار بکنه. اما ما در اسلام بلا تشبیه، نمیخوام تشبیه بکنم این دو رو با هم، اما ما در اسلام الگوهایی داریم که شاید بهش توجه نکردیم. الگوهایی که از هر منظر بهشون نگاه بکنی و از هر منظر دنبالشون بکنی، سعادت دنیا و آخرت در انتظار ماست. یکی از این الگوهای درخشنده وجود مبارک حضرت ام البنین سلام الله علیها است. نگاه کنید توی اسطوره های شرقی مثلا، حتی اونهایی که به عنوان آدم خوب داستان و از افسانه هم ازشون یاد میشه، میخوان هر جوری شده اولاد خودشون رو بر دیگران برتری بدن. اما در قضیه زندگی حضرت ام البنین سلام الله علیها میبینیم که ایشون به فرزندانشون آموزش میدن که شما مبادا خودتون رو با فرزندان پیغمبر که فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن یکی بدونید. شما غلام فرزندان فاطمه سلام الله علیها هستید. و بهشون ادبی یاد میدن که هیچ وقت جلوتر از فرزندان فاطمه حرکت نکنند، هیچگاه تو هیچ قضیه‌ای خودشون رو برتر ندونن، بلکه رهرو فرزندان حضرت زهرا باشن. و همینطور خودشون رو هیچگاه با همسر امیرالمومنین دختر پیغمبر فاطمه زهرا یکی ندونستن، بلکه خودشون رو به عنوان یک خادمه در خانه امیرالمومنین علیه السلام قرار دادن. داستانی نقل شده که این هم برای ما خودش الگوه. حضرت ام البنین سلام الله علیها همسر شوهر خودشون رو، یعنی بی بی فاطمه زهرا بی بی دو عالم رو، بانوی خودشون خطاب می کردند و چنان احترامی برای دختر پیغمبر قائل بودند که این الگو شد برای فرزندانشون. در مقابل ببینید که کسانی هستند در تاریخ مثل اون زن حسودی که تاریخ نوشته در مقابل ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها ابراز حسادت میکرد و الفاظ بدی و راجع به حضرت ام المؤمنین خدیجه در زمان حیات پیغمبر به کار میبرد. و همینطور فرزند حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را اذیت و آزار میکرد، نیش زبان میزد به او. اما داستان ام البنین سلام الله علیها را دقت بکنید. اون لحظه ای که ایشون شب عروسیشون بود و به خانه امیرالمومنین میخواستن تشریف بیارن، علامه مجلسی نوشته که حسنین بیمار هم بودن و در کتاب عباس ابن علی اومده که همونجا حضرت ام البنین به اون خانوادهشون فرمودند که همینجا بمانید، من داخل خانه امیرالمومنین بشم، بر نگردید، همینجا منتظر من بمانید تا من نتیجه رو به شما اعلام بکنم.
داخل خانه امیرالمومنین شد ام البنین سلام الله علیها به حضرت حسنین امام حسن و امام حسین، عرضه داشت که سادتی انا هنا خادمه، من نیومدم اینجا جای مادرتون رو پر کنم، به عبارتی من اینجا اومدم خدمت گذاری شما رو بکنم. جئتو لخدمتکم، من اومدم خدمتگذاری شما رو بکنم. فهل تقبلونی به هذا الشرط، آیا منو با این شرط قبول میکنید که من خادمه شما باشم تو این خانه؟ حتی راجب مهریه حضرت ام البنین، این که میگم همه بخش های زندگی حضرت ام البنین میتونه برای مسلمین، برای شیعیان الگو باشه، واقعا همه بخش ها الگوه، نه فقط اون بخش روزه و مصیبت و اینها. راجب مهریه حضرت ام البنین وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم که حضرت عقیل وقتی به خواستگاری حضرت بی بی ام البنین اومدن از طرف امیرالمومنین علی بن ابی طالب، از طرف آقا امیرالمومنین خطبه عقد رو جاری کردن با مهریه سنه، یعنی همون مهریه‌ای که حضرت پیامبر برای دختر خودشون و برای همسران خودشون قائل بودن، معروف به مهر و سنه 500 درهم. وقتی حضرت عقیل شروع به این خطبه کرد و اجازه گرفت که با این مهریه ام البنین رو به عقد امیرالمومنین در بیاره، پدر ام البنین اونجا حرف زیبایی میزنن که الگوه، عرضه داشتن که ما این دختر رو به عنوان هدیه و خادمه و کنیز حضرت امیرالمومنین پسر عموی پیغمبر قرار دادیم، ما هیچ چشم داشتی به مهریه و مال و ملال امیرالمومنین نداریم، اگر قبول کنن دختر ما خادمه ای باشه، هدیه ای باشه برای اونها. چه درسی از این مطلب میگیریم؟ درسی که از این مطلب میگیریم اینه که در ازدواج هم مال و ملال اون چیزی نیست که باید ملاک باشه. سعادت و خوشبختی هر شخص رو مال و ملال تعیین نمی‌کنه، بلکه کمال دینی و تقوای اون شخص. پدر حضرت ام البنین وقتی می‌بینن امیرالمومنین به خواستگاری اومده، ام البنین دخترشون رو به عنوان خادمه و هدیه و میگن ما اصلا چشم‌داشتی به مهریه نداریم، چون می‌دونن سعادت دنیا و آخرت در این ازدواج برای ام البنین. خوبه که بیایم این سیره حضرت ام البنین و اولادشون رو مطالعه بکنیم که خط به خط اونها برای ما درس و الگو میتونه باشه. بریم یه فاصله بگیریم، یه نوایی بشنوید از نوای عزاداری حضرت ام البنین سلام الله علیها، برمیگردیم انشاءالله در خدمت مهمان برنامه هستیم، از وجودشون حظ و
تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز به مناسبت وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها. رسیدیم به بخش مهمان برنامه. در کنار من عزیزی هستند از صاحب نفسان و نوکران سید الشهدا. در خدمت جناب آقای محمد بهرامی هستیم. خیلی خوش آمدید مدیه سرای اهل بیت. متشکرم عزیز دلی. یه سلامی با بینندگان داشته باشید که انشالله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم که تصویر و صدای این حقیر رو دارن. انشالله کربلا بین الحرمین قبرستان بقی ائمه بقی رو زیارت کنیم، اونجا هم دیگر رو ببینیم. و خدمت شما هستم. خدمت امام حسین. ممنونم. خب جناب بهرامی، اصلا چطور شد در وادی محبت اهل بیت و مدیه سرایی قرار گرفتید؟ برامون میگین. خدمت شما هست شود که این یه توفیقیه که خداوند قسمت هر کی که به نظر من دوستش داره، هر کسی که محبت امام حسین تو دلش هست قرار میده ستایشگری اهل بیت رو. و هر کسی به نظر من توفیق این ستایشگری رو پیدا نمیکنه. ستایشگری یه محبته، یه موهبته که از طرف اهل بیت یا خداوند به ما داده میشه. و من از سن 18 سالگی تو این وادی قرار گرفتم و مشوق اصلی هم که تو این وادی قرار گرفتم پدرم بود. که خیلی 18 سالگی اصلا نمیخوندید؟ نه، من تا قبل از 18 سالگی فقط شرکت در مراسمات و بعد خدمگی تو هیئت ها، چای ریختن، کفش جفت کردن، فقط شرکت میکردم. بحث ستایشگری از 18 سالگی آغاز شد که استارت کار پدرم باعث شد، خیلی مشوق من بود تو این قضیه. پا به عرصه ستایشگری گذاشتیم تو این چندین سال و تا الانم که در خدمت شما هستیم، توفیق الهی قسمت ما هست. خدمت امام حسین بسیار عالی. بعد تو این وادی ستایشگری حتما از استادانی هم بهره بردین، استفاده کردین. چطور شد که مثلا خواستید خودتون به قول معروف حرفه‌ای تر و خبره تر بکنید تو این راه؟ بله. درس یادتون از استادان؟ بله قطعا. تو این مسیر یک سفارشی که دارم به دوستانی که میخوان بحث ستایشگری رو شروع کنن اینه که این مسیر مسیریه که حتما باید تو این مسیر بزرگتر داشته باشن، استاد داشته باشن و استاد ببینن و اون راهی که شاید بخوان از دیدشون یک شبه برن، نرن بهتره، با استاد برن مرحله به مرحله. چون چیزهایی که اون استاد ایشون که جلوتر از این بنده ای که میخواد یاد بگیره هست، چیزهایی رو دیده، مراحلی رو دیده که از تجربه ایشون میتونه استفاده بکنه. و بالاخص قضیه ستایشگری که اصلا من توصیه نمی کنم دوستانی که میخوان این راه رو برن بدون استاد این راه رو برن. خیلی تأثیر داره، خیلی مؤثره. بنده هم از زمانی که شروع کردم اساتید مختلفی سعی کردم بهره بگیرم که فقط من صورت اسامی رو میگم به خاطر اینکه قدردانی کرده باشم از محضرشون و از آقای هادی افخمی تو سن 18 سالگی واحد زمینه یاد گرفتم. خدمت شما هستند که خدا رحمت کنه آقا مجید سیب سرخی. تو مقطع بعدی اومدم خدمت آقای دلجو تو مقطع شناسی. بعد از آقای دلجو، بله، که در خدمت آقای محمودی کریمی بودیم که تو چیزر کلاس مدهی گذاشتن. و از همه اینا مهمتر که خیلی برای من سازنده بود، خدمت آقای حیدر توکلی کسب فیض کردم از ایشون چندین سال که حق استادی واقعا گردن من داره، حق پدری گردن من داره ایشون و خیلی از ایشون من بهره بردم. و جا داره که تو اینجا تشکر کنم از ایشون که واقعا پدرانه نسبت به ما و دوستانی که هستن تو این راه و الان هم هستن دارن این مسیر رو طی میکنن، داره
واقعا کار معنوی انجام میده. ایشون هم شاعر اهل بیت هستن، هم خودشون ستایشگری اهل بیت مدحی میکنن. خدا حفظشون کنه. این مجموعه کاری بود. و در آخر هم من یه تشکر ویژه با اجازه شما، ما یکی جلسه ای داریم به نام بیت العباس که در فلاح هست برگزار چقدر میشه. جالب اسم جلستون هم بیت العباس. بله و این برنامه یکی هستش توفیق الهی. یک پیر غلام میدونیم آقای بلوکی، حاج حسین آقای بلوکی که خیلی زحمت میکشن، خیلی بیریا چندین سال. واقعا دوستان باید بیان ببینن، کسایی که حالا تو این زمینه نیستن ببینن که چه جوری مردم، افراد برای امام حسین سر و جان، مال، همه چیشون رو در اختیار سید و شهدا قرار میدن. ایشون هم زندگیشو، خونهشو، خودشو، خانوادهشو وقف جلسه امام حسین کرده که تو این چندین سال من در خدمت ایشون هستم، جمعه ها، جلسه روزه، و بی تأثیر نبوده تو این مسیر. خیلی ایشون هم تو این مسیر کمک کرده. خوشا به سعادتشون انشالله که شما و ایشون همیشه زیر پرچم سید و شهدا برقرار باشید. شب وفات حضرت ام البنین سلام الله علیه خواست. بله سلام الله علیه. از حضرت ام البنین بگیم و شما خودتون از روزه های بی بی ام البنین یا از تاریخشون چه درسی گرفتید که خاطرتون مونده باشه و تو ذهنتون بدرخشه؟ بله ببینید، الان از هر ذاکر مدعی شما این سوالو بکنید، اولین چیزی که به زبان میاد رسم ادب خانم ام البنین هست که زبان زد خاص عامه، که به تبع فرزند ایشون آقا قمر منیر بنی هاشم و سه فرزند دیگر ایشون که گل سرسبدش آقا قمر بنی هاشمه، الگو و اسطوره ادب هستن و هر کسی میخواد مثال ادب رو بزنه، حالا تو مذهبی ها مثلا میگن حضرت عباس الگوی ادب و اسطورش مادرش خانم ام البنین بود که به نظر من هر کسی وارد این مسیر میشه، مسیر چه ستایشگری، چه نوکری، چه ارادت به سید الشهدا، اولین چیزی که جلب توجه میکنه این ادب و کرامت خانم ام البنینه. سلام الله علیها که با وجود فرزندان متعدد و با وجود حالا همه شنیدن دیگه، موقعی که ایشون همسر امیرالمومنین میشه، میخواد وارد خانه مولا بشه، وارد نمیشه، از مرکب پیاده میشه، تمام قبیله ایشون هم قبیله بنی کلاب دنبال خانم ام البنین عروس رو بدرقه میکردن، دم در به منزل امیرالمومنین که میرسه از مرکب پیاده میشه و میفرماید که خانوم این خونه رو بگید بیاد. خب بعد از خانوم حضرت زهرا، خانوم خونه خانوم حضرت زینب سلام الله، تو سن 4-5 سالگی که عقیله بنی هاشم، بله سلام الله علیها، که ایشون تشریف فرما میشن بیرون، خانوم میفرماید که زینب جان من نیومدم جای مادر شما رو بگیرم، من اومدم کنیزی شما و این خانه رو داشته باشم. و لذا اینه که پاداش ادب این می شود که خداوند یک ماه در دامن خانوم قرار میده به نام ماه منیر بنی هاشم، قمر منیر بنی هاشم، که چه از لحاظ ظاهری و زیبایی، چه از لحاظ کرامات، چه از لحاظ شجاعت، چه از لحاظ وفا، استقامت، پایداری، سقایی، تو هر زمینه ای شما نگاه میکنید فرزند ایشون الگوه. الگوه هست. الگوه. و اینی که توفیق نصیب من حقیر شد که تو این وفات شهادتگونه خانوم و ملونین اینجا باشم که شاید این مطلب بگم یه مقداری برای بعضی آشنا باشه. ولی شما اگه دقت کنید قدیم مثلا گره به کار مادر بزرگای ما میافتاد، میفرمودن که برید آقا یه روزه ام البنین بگیرید، نذر خانم ام البنین بکنید. من اینجا اعلام میکنم به دوستانی که حالا تصویر صدای منو دارن، هر کسی که گره کور، آقا گره کور یعنی اون چیزی که حاجتی که فکر میکنه شاید خیلی سخت باشه،
متوسل بشه به خانم ام البنین، محال ممکنه که دست خالی بره. و این باز هم میگم دوستانی که استاد دارن، خیلی فیض استاد زیاده. آقای هدر، آقای توکلی میفرمود که آقا هر کسی نزد خانم ام البنین کرد حاجت نگیره بیاد سراغ من، بگه آقا شما گفتی ما کردیم نشد. اینقدر مطمئن، اینقدر مطمئن ایشون هم از حالا سینه به سینه. و این خانم انقدر آقا سید آبرو داره در خانه خداوند. و در ادامه همه صحبت ها، اون ادبی که ایشون نسبت به خاندان اهل بیت داشتن، اون ادب ادبه به اینجا رسید کار که خودش و اولادش گل سرسبد عالم هستی هستن. سلام الله علیه. سلام الله. حالا توی وادی همین کاری که انجام میدید، هیئت داری و مدیه سرایی اهل بیت، ذکر اهل بیت، تو این وادی چطور درس گرفتید از حضرت ام البنین سلام الله علیها؟ مجلسی که رنگ و بوی حضرت ام البنین داشته باشه چگونه باید باشه؟ خب اینجا دو تا صحبت هستش، یک صحبت عام، یک صحبت خاص. صحبت خاص رو به بچه‌هایی که هیئت دار هستن، ذاکرین امام حسین و کسایی که تو هیئت ها دم و دستگاه امام حسین، حالا هر سمتی که دارن، منصبی که دارن، کفش افکن، چای ریز، بالاخص ما ذاکرین اهل بیت، به نظر من بهترین الگویی که ما از خانم ام البنین میگیریم همون ادبه که چجور ما ذاکرین اهل بیت باید اون راهی که خانم به ما نشون داده رو بریم. آقا چه راهی نشون ما داده خانم؟ من خوبه که اینو بگم، حالا استنباط من اینه، شاید دوستان با من نظرشون موافق نباشه. اولین هیئت دار عالم برای سید و شهدا، مجلس بگیر و روزه بگیر، خانم ام البنین بوده. بگذاریم از اینکه اولین گریه کن خانم حضرت زینب سلام الله علیها، مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها تو گودال، اینها رو بگذاریم، اولین مجلس دار، هیئت دار سید و شهدا خانم ام البنین بوده. معلوم. و الگو ما چجور برداریم؟ وقتی که یه نفر وارد مجلس روزه خانم ام البنین میشد، اگر میفهمید خانم که ایشون مثلا تو کربلا بوده، به نحوی اطلاعاتی داره، میگفت شما برای ما از کربلا و حسین من بگو. و الگو ما اینه که اگر یه ذاکری وارد جلسه ما شد، اگر یه میونداری، اگر یه چای ریزی، هر کسی که یک نسبتی با سید الشهدا داره، باید ما تعصی کنیم به خانم ام البنین، بیاریمش تو دایره. آقا بفرمایید شما هم ذاکر امام حسین، دو خط فیض بده برای امام حسین، شما بخون حتما. آقا شما چای ریز قدیمی هستی، امشب چای شما بریز. من آقا امشب شما کفش شما جفت کنید، امشب شما اکو رو تنظیم کنید، شما صوتچی هیئت هستید، اومدید مهمان مایید، برای امام حسین اومدی، شما امشب جلسه رو داره کن. این میشه یه الگوی به تمام معنا از خانم ام البنین. هم ادب داشته باشیم، هم دیگران رو جذب بکنیم. هم ادب هم جذب، بله دقیقا همینطوره. یعنی واقعا هر کسی آقا سید به جایی رسید، به نظر من از ادب رسید. ادب تاجیست از نور الهی، بنه بر سر برو هر جا که خواهی. یعنی اگر ما میخوایم به جایی برسیم، چه تو نوکری سید الشهدا، چه تو دم و دستگاه زندگی عادیمون، چه تو کارمون، تو هر وادی شما بخوای حساب کنی، بهترین الگو از خانم ام البنین فقط ادب. ادب 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 ادب. شما بخونید تاریخو، دوستان دیگه خودتون میتونن همه تو فضای مجازی اینترنت بزنن و مقتل رو بخونن و زندگی نامه. ما نداریم یک جا که نسبت به خانم ام البنین غیر ادب گفته باشه، مطلبی باشه. درسته، واقعا الگوی ادب هستن مادر حضرت عباس سلام الله علیه. انشالله که ما هم در طریق ادب خانم ام البنین قرار بگیریم و یه قطره ای از اون دریای ادب و وفای اولاد ام البنین نصیب نوکرای امام حسین هم بشه ان شاء الله. برنامه به وقت سلام جناب آقای اهرامی عزیز، ما از مهمونا سوال میکنیم که زیباترین سلامی که
به اهل بیت دادید کی و کجا بوده؟ شاید این خیلی مطلب خوبی، سوال خوبیه که شما میپرسید از زاکرین، حالا مهمانایی که جلسه همین، هر کسی یه خلوتی با امام حسین داره. اون خلوت رو شاید نشه اینجا پشت دوربین من بگم، ولی قطعا تمام زاکران و نوکرای امام حسین خلوت رو دارن. حالا شما به عنوان سوال سلام مطرح میکنید که خیلی زیباست، ولی همه زاکران، نوکر، هر کسی که قلبش میتپه برای این بارگاه، یه جوری یه خلوتی با سید الشهدا داره. من خیلی مختصر و مفید، حالا مطالب زیاده، وقت زیغه، من فقط یه مطلب، یه خاطره تعریف کنم از این فرمایش حضرت عالی. من کربلا که باز شده بود خیلی علاقه داشتم برم کربلا، یعنی به قدری من علاقه داشتم برم. خب اون موقع شرایط سال 80 81، اون موقع شرایط به این صورت نبود، جنگ بود و فلان. حالا مادر ما اومد یه روز گفتش که خدا حفظش، مادر ما سادات خدا حفظش سلامت باشید و خیلی واقعا زن وارسته ای، اصلا ما هرچی داریم و دامن مادرمونه. مادرم برگشت گفت که من دارم کربلا، ثبت نام کردم با یه کاروان دارم کربلا. خیلی من یهو به هم میختم، بعد گفتم که کرد داری میری کربلا؟ گفت آره دارم میرم کربلا. آقا زد و روز حرکت کربلا شد، ما اومدیم دم اتوبوس، اما دم اتوبوس دلمون شکست، گفتیم یا امام حسین، یعنی ما نیایم کربلا، من اگه نیایم کربلا که اصلا نمیشه، که هیچی هم نداشتم آقا سید. بعد مادرم که سوار اتوبوس شد، من گفتم آقا منم میام کربلا. بعد این رئیس کاروان خندش گرفت، گفت آقا عفو چی میزنی؟ گفتم آقا من میخوام میام کربلا، امام حسین اگر من طلبی داشتم من میام کربلا. و به عین یقین سوار اتوبوس شدم. سوار شدین با کاروان؟ آره. بعد رئیس کاروان برگشت گفتش که من هیچ مسئولیتی قبول نمی کنم، به من ارتباطی نداره، اگه لب مرزم برگردوندنتون دیگه به من نگید آقا من، گفتم من خودمون برمیگردیم. بعد رفیقی که رفیقی داشتم با اون داشتم زاکر، گفت دمی کربلا؟ گفتم آره. گفت هم من چی؟ گفتم خود تو هم بیا بالا. اینم اومد با ما بالا، شدیم دو نفر. بعد گفتش آقا نمیشه فلان. گفتم آقا اصلا جا نداریم تو اتوبوس. گفتم ما تو اون دم پله‌های عقب، این بنزای قدیمی 302، گفتم اون عقب اونجا میشینیم رو پله‌های عقب. آقا سید ما تا خود مرز مهران نشستیم اونجا دم موتور عقب ماشین سر و صدا، خلاصه رفتیم با عشق سید الشهدا. خود منم اولین کربلایی که رفتم نشستم کف اتوبوس. دقیقاً قدیم. ولی خب از مشهد تا مرز واقعا عشق، من از مشهد چون حرکت کردم. خب بعد اومدیم لب مرز و اون موقع به صورت بود که لیست عکس ها رو میچسبوندن، اسم مشخصات رو میگن، بعد اون لیست رو میدادن لب مرز، تطبیق میدادن و میفرستادن داخل. ما همه تو این صف وایساده بودن، ما هم وایسادیم دیدیم نه، مثل که کار سفت و سخت اونجا چیز میکنن، برمیگردن میکنن. آره پاسپورت ها رو. گفتم آقا ما این همه را اومدیم، نه پسند ما دست خالی بریم، من اگه نیام جلو حرم سلام ندم آروم نمیگیرم، شاید دیگه عجل مهلت نده ما بیایم، خودت یه جوری درستش کن. آقا سید شاید باورش اصلا خیلی سخت بینندهی که شاید بشنون این مطلب اصلا باور نکنن، یه دفعه مرز شلوغ شد لب مرز، اونور عراقی ها گفتن ما هم میخوایم بریم مشهد، بارو واکنید ما بریم، تیراندازی شد. اصلا یه دفعه اون دم اون چیشه باجه که اصلا یه دفعه شد و پور شد، اون معمولی که اونجا بود رفت و ملت یه سری رفتن، ما هم رفتیم اون برم هست، رد شد، ما هم رفتیم اون برم هست. نشون به اون نشون، ما که نه پاسپورت داشتیم نه ویزا داشتیم، رفتیم اون برم هست، مادرم اینا که پاسپورت داشتن 4-5 ساعت بعد ما اومدن این برم. شما زودتر رفتیم. ما زودتر رفتیم اون ور مرز و رفتیم حرم به این صورت نبود که به این صورت بازسازی شده باشه، همون طرح قدیم بود. رفتیم زیارت کردیم، خیلی واقعا
اون سلامی که شما الان فرمودید که سلامی که اون سلام شاید بهترین سلام زندگی من که جلو حرم امام حسین به اون صورت منو طلبید، رفتم سلام دادم، حالا برگشتم هزینه صاحب کاروانو دادم که مثلا اونجا. بعد برگشتنش هم دیگه قدیم اینطوری نبود که پاس، همونطوری از مرز رد می‌شدیم می‌آمدیم. بله این بهترین خاطره من بود، خیلی خاطره شیرینی بودش. حالا به یاد همون سلامی که تو کربلا اولین بار عرض کردید به امام حسین و حضرت ابوالفضل، چند بیتی هم از روضه حضرت ام البنین مهمونمون میکنید با همون ذکر همون سلام به قبر بنی هاشم. بله بله، از خانوم میخوام که امشب انشالله تذکره کربلا الهی آمین. به خود منم فرمودین قبل از برنامه که بله. روزه ام البنین اون کار نشد تو بخواه، خودت اول و همه بینندگانی بله. که دارن میبینن بله. روزه روزه حضرت ام البنین و کارهای نشدمون رو به شفاعت حضرت ام البنین از خدا میخوایم. منم یه حاجتی دارم انشالله. من قبل از این که سلامی بدم به ارباب عالم، به بینندگان عزیزم میگم که دارن برنامه رو میبینن، هر حاجتی، هر گرفتاری، هر مشکلی دارید بدون شک امروز متوسل بشید به خانم ام البنین، نذر خانم بکنید، صلوات میتونید نذر بکنید، حالا هر چی که به ذهنتون میرسه. من قول میدم حاجت روا میشید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، از همین جا دست رو سینت قرار بدم، رو به حرم ابو عبدالله بنشینید، از راه دور سلام بدیم بر باب بی کفن. امام صادق فرمود هر کسی سلام بده بر باب عالم، جوابش و ابا عبدالله میده از اون حلقوم بریدم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام ای مادر عیسی یا ام البنین، دل خوشی حیدر کرار یا ام البنین، وقت توصیف تو ای بانو زبان حلال شد، مدح تو بالاتر از گفتار یا ام البنین. بی بی جان جست و در عالم کدام این زن برای زینب است،
بعد زهرا بهترین غمخوار یا ام البنین، تو همانی که به عشق قبله عالم حسین تربیت کردی سپه سالار یا ام البنین. خوش به حال هر که چون تو غیر گریه بر حسین تا دم آخر ندارد کار یا ام البنین. میگن بعد از واقعه کربلا بی بی می نشست و قبرستان بقیم چهار صورت قبر درست کرده بود، برا بچه‌هاش گریه میکرد، برا حسین فاطمه گریه میکرد، نه کاره یه روز و دو روز، هر روز میومد برا بچه‌ها گریه میکرد. میگن مروان ملعون طعنه زد به خان، چرا اینقدر نام حسین رو بر زبان میاری؟ چرا نام بچه‌های خودت رو بر زبان نمیاری؟ فرمود بشکن دهانت، حسین من مادر نداره، من به جای مادرش براش گریه میکنم. خانم جان جات خالی بود کربلا، خوب شد نبودی بی بی جان، اون لحظه ای که نامرد رو سینه مبارک نشست، خواهرش زینب اومد بالای تل زینبیه، صدا زد داداش یه صدا بزن خواهرم، کجای این میدان دنبال تو بگردم حسین جان، این عبارت مقتل یا ابا عبدالله جد را گرفتارا. یه وقتی دست تو حلقوم برید صدا بلند شد، بین نیزه شکست صدا بلند شد، یه صدای ناله، او خیه الیه زینب جان بیا خواهم، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، ایشالله کنار حرمش اونجا دست به پنجره زریح بندازیم صدا بزنیم ارباب، هر جایی که صدا منو میشنوی حاجت تو مد نظر بیار، از ته دلت صدا بزن نام زیبای ارباب عالمو. مادرش فرمود هر کسی نام حسین منو صدا بزنم، من فاطمه دعاش میکنم فردای قیامت مستحضر نمیشه، یا ابا عبدالله حسین جان، حسین. مجلس به پایان رسید و به آخر رسید کار، ما هنوز در اول وصف تو مانده ایم حسین. خدمت شما هست. خدمت امام حسین طیبه الله انفاسکم، بسیار عالی. سلامت باشید. انشالله که اجرتون با بی بی ام البنین باشه و به زودی پشت پنجره های بقی کنار قبر حضرت ام البنین سلام الله علیها انشالله نوای روزه شما رو بشنویم انشالله. هر کسی که
تصویر ما رو میبینه، صدا رو میشنوه، انشالله به حق امشب، به حق این روزه خانم ام البنین حاجت روا بشه و اگر دلش پر میزنه برای قبرستان و بقیه کنار قبر خانم، انشالله خدا به حق امشب روزیش کنه و قسمتش کنه. الهی آمین. انشالله در پناه حق باشین آقای بهرام. خیلی ممنونم عزیز دلیم. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که شما هم دلهاتون پرواز داده شده باشه به قبرستان بقیع و به کربلای حسین و حاجاتتون برآورده به خیر بشه. بریم یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم انشالله باز هم خدمت شما هستیم. زینب همه یا ام البنین، جانشین فاطمه یا ام البنین، امضا کن برای ما یک کرب و بلا، جان شاه ارغمه یا ام البنین، امضا کن برای ما یک کرب و بلا. شیر آفرین یا ام البنین، یار شاهدین یا ام البنین، گریه می کنن پای روز از زین العابدین یا ام البنین. باقه گله یا سلام علیک مادر عبا، من کنت مولا فهاوا علی مولا. این جمله ایه که از قدیر تمام بچه شیعه ها از اون موقعی که به دنیا میان پدر مادراشون بهشون یاد داده. زیاد این جمله رو شنیدیم. اما کلمه مولا چه معنی میده؟ پیغمبر اکرم وقتی میخواستن دست امیرالمومنین رو بالا ببرن و این جمله رو برای مسلمین ابلاغ بکنند، اشاره کردن به آیه قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اکرم اولا به نفس مؤمنین هست، حتی از خودشون. یعنی پیامبر و امیرالمؤمنین از جان ما به ما اولا هستند. معنی مولا رو ما میتونیم درسش رو از بیبی ام البنین سلام الله علیها یاد بگیریم و تاریخ بیبی ام البنین سلام الله علیها. این که یک شخصی جان امام رو از جان خودش اولا ببینه، اولاد امام رو از اولاد خودش اولا ببینه، زندگی امام رو از زندگی خودش اولا ببینه، این معنی مولاست. و معنی سروره که در کلمه من کنت مولا فهذا علی مولا اومده. چطور این درس رو میگیریم؟ تو روزه ها زیاد شنیدید. وقتی بشیر ابن حزلم او جزلم، هر دوتای ضبط شده در تاریخ، بشیر اومد در مدینه و خبر شهادت ابی عبدالله الحسین و کاروان شهدا رو میخواست برای مدینه یا بیاره، که شعری خوند یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه دیگه مدینه جای موندن نیست. یکی از کسانی که به استقبال اومد بیبی ام البنین سلام الله علیها بود. از بشیر خبر گرفتند، اما خبر چه کسی رو؟ خبر سید الشهدا رو. یا بشیر اخبرنی من ابی عبدالله الحسین، از حسینم به من خبر بده. خب چون چهار فرزند ام البنین تو کربلا شهید شده بودن، بشیر خواست دونه دونه تعزیت بگه ام البنین و به قول خودمون یواش یواش این مصیبت رو باز بکنه برای ام البنین. عرضه داشت که یا ام البنین سرت سلامت، جعفرت رو کشتن، عبدالله تو کشتن، عثمان تو کشتن. هر کدوم از اینها رو خبر میداد به حضرت ام البنین، حضرت ام البنین در جواب میگفتن بشیر من از تو خبر اولاد خودم رو نپرسیدم، اخبرنی من ابی عبدالله الحسین، حسین من چه شد؟ بشیر به زبان حال شعر سرودند، به زبان حال گفتش که الا ام البنین یاست رو کشتند، زبانم لال عباست رو کشتند. خبر شهادت عباس رو هم به ام البنین داد. اینجا دیگه ام البنین تاب نیاورد، فریاد زد
اولادی و من تحت الخضراء کلهم فدا لابی عبدالله الحسین. بشیر، بچه هام و هر چی زیر این آسمون کبوده همشون فدای حسین باشه. اخبرنی من ابی عبدالله، از حسینم به من خبر بده. بشیر خبر داد که قتل الحسین و به کربلا، حسینم در کربلا کشتند، بدنش تو کربلا افتاد و سرش رو شهر به شهر گردوندن. اینجا بود که بی بی ام البنین قش کرد و به روی زمین افتاد، فریاد زد الان قد قطعت نیات قلبی، الان دیگه بند دلم رو پاره کردی که خبر شهادت حسینم رو به من دادی. آیا فقط این جملات جملات روزه بود؟ نه، درس داشت دوش. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و من کنت مولا فهالا علی مولا. هر کی من پیغمبر از جون براش عزیزترم، علی از جون براش باید عزیزتر باشه. همه پدر مادران میدونن هیچی عزیزتر از اولاد نیست، هیچی عزیزتر از بچه آدم نیست، اما ام البنین سلام الله علیها معنی مولا رو به ما درس داد. این که از جان عزیزتر، از اولاد عزیزتر یعنی چی؟ اون لحظه ای که فرمودن اولادی و من تحت الخضراء کلهم فدا لابی عبدالله الحسین. انشاءالله که از این فرازهای روزه، از این فرازهای سیره بی بی ام البنین درس بگیریم، برای اینکه بتونیم خدمتگزار امام زمانمون باشیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم انشاءالله دعا بکنیم برای فرج امام زمان. السلام علیک یا مولاتی و سیدتی یا ام البنین، السلام علیک یا حجت ابن الحسن، اعظم الله لك الاجر فی مصیبت ام البنین کلابیه. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم محضر امام زمان وفات حضرت ام البنین، این بانوی اسلام رو که واقعا اوج فداکاری و ایثار رو نسبت به امام زمانش به ما نشون داد. گفتیم که واقعا زندگی بی بی ام البنین درس ولایت، درس فداکاری نسبت به امامه. ما هم امروز باید درس بگیریم از ام البنین و اولاد ام البنین علیهم السلام که چطور جانشون، مالشون و هرچی که داشتن در راه امامشون بذل کردن. وقتی جریان امان نامه شب تاسوعا رو میخونی، تربیت ام البنین رو میبینی. وقتی احترامی رو که به اولاد زهرا میذاش ام البنین میبینی، اینها رو میخونی، ولایت رو یاد میگیری که نسبت به امام زمانمون ما باید چگونه باشیم. ام البنین سلام الله علیها به ما درس داد که اگر برای امام زمانت از هر آنچه که داری بگذری و هر چه که داری و در خدمت امام زمانت قرار بدی، تو سعید و سعیده دنیا و آخرت خواهی شد، نامدار خواهی شد هم در زمین هم در آسمان. امروز هم فکر کنیم چطور میتونیم به امام زمانمون خدمت کنیم، اینکه کلام او رو به دنیا برسونیم، اینکه خدمتگزار او باشیم، دعا برای فرجش بکنیم، دیگران رو به مکتب امام زمان دعوت بکنیم. فکر کنیم، ببینیم
چه خدمتی میتونیم به درگاه امام زمانمون انجام بدیم؟ حتما این کار رو انجام بدیم و دریغ نکنیم. تو این راه هم الگو خودمون و ام البنین سلام الله علیها و اولاد شهیدشون قرار بدیم علیهم صلوات الله. دعا کنیم برای فرج امام زمان. خدا رو قسم میدیم به ایثار و فداکاری و ادب و وفای بیبی ام البنین سلام الله علیها و 4 شیر بچهشون که تو کربلا شهید شدن. خدایا قسمت میدهیم به این عزیزان، به این فداکاران، به این شهدا. اللهم اجل لولیک الفرج. تا به وقت سلامی دیگر، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.